بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام و خیلی خوشحالم که امروز هم این توفیق رو دارم که به صورت زنده و مستقیم با برنامه سلام کربلا از استدیوی برج مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و در همجواری با حرمهای مطهر آقا سید الشهدا آقا ابوالفضل عباس صلوات الله علیهم در خدمت شما باشم و مهمان خانه های شمای بزرگواری که همیشه دوست داشتی و دوست داری که زائر آقا سید الشهدا سلام الله علیه باشید. ماه پرخیر و برکت رمضان، الحمدلله رب العالمین، ماهی که خدای تبارک و تعالی عرض کردیم دوست داره به هر بهانه‌ای که شده بندش رستگار بشه، به هر وسیله‌ای که شده، راه‌های که خود خدای متعال باز به واسطه پیامبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین گذاشتن جلوی پای ما تا بتونیم با استفاده از این راه‌ها و این روش‌ها خودمون رو به در خانه خدا نزدیک و نزدیک‌تر بکنیم. پیروه این بحث و این موضوعیت در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی زاکری هستیم از امریکا. برای امروزمون انشاءالله از امروز تا آخر ماه مبارک رمضان در خدمت این بزرگوار خواهیم بود و استفاده میکنیم هر روز راهایی که بتونیم خودمون رو به در خانه خدا نزدیک بکنیم. دعوت میکنم با هم ببینیم و بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم کتابی است که دست نخورده به دست ما رسیده و تا روز قیامت هم بنا هست که دست نخورده بمانه. خود قرآن کریم خداوند در اون کتاب فرموده که ما حافظ اون هستیم، ما نگهبان اون هستیم، اجازه نمیدیم هیچ گونه دخل و تصرفی بشه.
کتاب‌های آسمانی دیگر دستخوش تحریف شده، یعنی کسانی اومدن بازنویسی کردن اونچرا که به نظر خودشون خوب نبوده نفهمیدن حذف کردن و اونچرا که به نظرشون خوب بوده اضافه کردن، و در نتیجه نمیشه گفت که این همون کتاب آسمانی است که خداوند بر حضرت موسی یا بر حضرت عیسی فرود آورده. پس بنابراین آن کتابی که هیچ گونه تغییری در اون نشده قرآن کریمه. حتی یک حرف، حتی یک نقطه از این کتاب جابجا نشده و قائل به تحریف هم نداره، مگر یه افرادی که غرضشون این است که تشکیک ایجاد بکنن میان یه حرفایی رو میزنن. البته این توضیح رو هم من بدم، قرآن آنچرا که در دست ما هست یک جلد بیشتر نیست، اما آنچرا که فرود آمده سه جور قرآن کریم فرود آمده. اولا یک جا در شب قدر در ماه مبارک رمضان بر سینه پیامبر اکرم یک جا فرود آمده. مرحله دوم در هر مناسبتی که پیش آمده بعضی از آیات که به شکل پراکنده می آمده وارد می شده، نازل می شده و پیغمبر اکرم به نویسنده وحی که امیر مؤمنان بود و همیشه با پیغمبر اکرم بود به ایشان بیان میکرد که این را در فلان جا بگذار، یعنی این مقطع آیه را یا آیه کامله یا یک سوره است یا یک چند پاراگرافه، این را در فلان جا قبل از فلان جا یا بعد از فلان جا بگذار. یک قسمت دیگری هم هست که جبرائیل بر پیغمبر اکرم نازل میکرد. این قسمت سوم خودش سه بخش داره. یک بخش قرآن کریمه که جبرائیل میگفت یا رسول الله این خود قرآنه. یک بخش تفسیر قرآنه که معنای قرآنه، باز جبرائیل به پیغمبر اکرم میگفت که یا رسول الله این تفسیر قرآنه. و یک بخش تأویل قرآنه که باز جبرائیل به پیغمبر اکرم یادآوری میکرد که یا رسول الله این تأویل قرآنه. آنچه را که امیر مؤمنان جمع آوری کرد و در نزد خودش نگه داشت تا وقتی که خلیفه قاسم آمد و گفت قرآن ها رو بیارید، حضرت قرآنشون رو آوردن، خلیفه دید که این سه بخشه و این فقط میخواد یک بخشش رو گسترش بده و تبلیغ بکنه و ترویج بکنه. چرا؟ چون اون یک بخش که خود قرآنه هم قابل هدایت افراده و هم قابل گمراه کردن افراده، چون آیات شریف قرآن بطن داره، یعنی یه چیزی تو شکمش داره، تو در تو قرار گرفته، یعنی هفت معنا در هر قسمتی از این آیه هفت معنا هست. اون کسی که سوادش کلاس ابتدایی باشه یه معنا میفهمه، اونی که فرض بکنید رسیده باشه به دانشگاه یک معنا میفهمه، اون کسی که رسیده باشه پروفسور شده باشه در این علوم بیشترین معناها را میفهمه. لذا شما الان نگاه بکنید اونهایی که تفسیر قرآن نوشتن، یعنی اونهایی که تفسیرهای خیلی ساده یک جلدی نوشتن یا تفسیرهای فرض کنید 20 جلدی نوشتن یا تفسیر مثلا سید عبدالعلای سبزواری خدا رحمتش بکنه که ایشون 40 خورده جلد هنوزم تکمیل نشده چاپش. پس بنابراین به اندازه علوم خودشون آمدن کتاب را معنا کردن، یا به اندازه در خور خواننده اون. مثلا حضرت آیت الله العظمی محمد شیرازی چند جور تفسیر داره. یک تفسیر یک جلدی داره که معنای الفاظ رو به همدیگه ربط داده، فقط برای کسانی خوبه که اولیات قرآن رو میخوان بفهمن، معانی هر واژه‌ای رو میخوان بفهمن. و یک کتاب 10 جلدی داره که تقریبا قرآن داره، که قرآن رو به ذهن نزدیک میکنه، که این دوتاش چاپ شده، و یک دوره دیگه قرآن تفسیر دیگه ای داره که اون هنوز چاپ نشده. پس بنابراین گاه خود اون مفسر یک معلوماتی داره و یک میزان تحصیلاتی داره، و گاه نه، اون خواننده‌ای که مورد هدف قرار گرفته، این خواننده باید به اندازه تحمل او کتاب را نوشت و به او عرضه کرد. پس اون چرا که در دست ما هست
فرقی نمیکنه شیعه باشیم، سنی باشیم، یهودی باشیم، مسیحی باشیم، بدون یعنی خدا نپرستیم، هر کدوم اینها بره از هر کجای دنیا بخواد قرآن تهیه بکنه، قرآن یک دونه متنه، هیچ کم و زیادی هم نداره. اونهایی هم که میگن قرآن کم و زیاد داره، اونها یا نفهمیدن قضیه را یا قاطی کردن بین متن قرآن و تفسیر قرآن و تأویل قرآن. پس بنابراین آنچه را که ما وظیفه داریم بهش عمل بکنیم و اون را بخوانیم قرآن کریمه که هیچ گونه تغییری در اون نشد. ما در این برنامه بنا داریم که هر روزی یک جزء از قرآن را یک موضوع ازش انتخاب بکنیم و اون یک موضوع رو برای شما موشکافی بکنیم به حد وقتی که برامون اجازه داده میشه. در این امروز که جزء اول قرآن را بیان میکنیم، غیر از سوره حمد که مهمترین سوره های قرآنه و کتاب های زیادی درباره اون نوشته شده که اون را ارجاع میدیم به کتاب ها مراجعه بکنید، چون خیلی بحث مفصلی داره و بحث کلیدیه، یعنی نمیشه در وقتهای فشرده ما رو اون کار کرد. سوره دومی که در قرآن کریم آمده سوره ایست به نام بقره. بقره اسم گاویست که داستان اون گاو در این سوره قرآن کریم به تفصیل بیان شده. شروع این سوره مبارکه اولش آیه اول الف لام میم رمزیست بین خدا و رسول گرامی او که هنوز برای بشر موشکافی نشده، و آیات بعد راجع به خود کتاب صحبت میکنه که این کتاب کتابیست که هیچ گونه شک و شبهه‌ای در مورد اون واقع نشده و هیچ گونه اشکالی به اون وارد نیست. یعنی کسانی که اهل تخصصند نمیتوانند اشکالی ازش بگیرن، اونایی که اهل تخصص نیستن بحث اونها جداست. در این کتاب بفرماد که این کتاب هدایتگر است برای پارسایان، کسانی که تقوا دارند، کسانی که خدا را باور دارند، کسانی که خدا مد نظر اونها هست. چند تا نشانه برای این پرهیزکاران و متقین بیان شده. نشانه اول این است که ایمان به غیب میارن، یعنی وقتی که امام یا پیامبر یک مطلبی را از قول خدا نقل میکنه یا خود این قرآن مطالبی که درش هست مورد قبول این انسانها قرار میگیره، لجباز نیستن، اوپن ماینن، خیلی راحت مطالب واقعی را میپذیرن. دوم نشانه ارتباط بین انسان و خدا را به پا می دارن که نماز است. کسانی که نماز به پا می دارن بین خودشون و خدای خودشون ارتباط برقرار می کنن. ببینید قرآن کریم سخن خدا با ماست، نماز سخن ما با خداست، این فرق رو داره. پس کسانی که هدایتگر هستن یا هدایت شونده هستن، این نشانه دومشون این است که حتما نماز رو به پا می دارن. و مما رزقناهم ينفقون، اصلاح جامعه جزو برنامه های اولیه ایشان هست، به این معنا که من نه تنها باید خودم را اصلاح بکنم بلکه جامعه را هم باید اصلاح بکنم. این رزقی که خدا به من داده میتونه مال دنیا باشه، میتونه علوم و دانش باشه، معرفت باشه، هر آنچه را که به عنوان رزق است خداوند به ما داده، ما وظیفه داریم که اون را در میان نیازمندان اون هم تقسیم بکنیم، با اونها شریک بشیم یا اونها را با خودمون شریک بکنیم. نشانه چهارم یؤمنون به ما انزل الیک، یعنی فقط ایمان به قرآن نیست. اگر یک فرمایشی افراد مورد اعتماد نقل کردن از قول پیامبر اکرم یا از قول امام یا پیامبران پیشین، اگر اونهایی که نقل کردن خودشون مورد اعتماد بودن، سواد کافی برای این کار داشتن، مطلبی را نقل کردن، این انسان فرهیخته اونها را قبول میکنه. و عاقبت این است که آخرت را هم قبول داره. آخرت چیه؟ آخرت همون امتحانات آخر ساله که نمره میدن و دانش آموز قبول میشه یا قبول نمیشه.
این افراد که این مورد ایمان و مورد هدایت خدا قرار گرفتن، این افراد خداوند هدایتشون میکنه و مرتب خداوند اونها را اداره میکنه، یعنی اداره فکریه، اداره عملیه، اداره روزه است، اداره روزیه، اداره زندگیه. خداوند راه ها را براشون باز میکنه و اونها هستن که رستگارن. در مقابل کسانی هستند در این 16 آیه، یعنی در واقع بعد از آیه 4 تا آیه 20، 16 آیه بحث میکنه قرآن کریم در مورد اون کسانی که ادعا میکنند میفهمند، اونهایی که خیال میکنند میفهمند، اونهایی که در واقع خودشون را جای آدمهای فهمیده قرار دادن. کسانی که ایمان ندارن و قبول ندارن و میخوان حرف خودشون را به کرسی بنشانن، این افراد خیال میکنن، بر اساس خیالشون پیش میرن. البته این اگر ما خوشبین باشیم، چون میتونیم ما خوشبین نباشیم، یعنی بگیم که اینها مزدورانی هستن که بیان تشکیک ایجاد بکنن در مسائل معرفتی، در مسائل فرهنگی، در مسائل علوم و دانش میان تشکیک ایجاد بکنن برای اینکه مردم رو مشغول خودشون بکنن. یه مثال برای شما بزنم. در سوره کهف خداوند داستان اصحاب کهف رو بیان کرده، بعد وسط کار خدا داستان رو قطع میکنه. چرا قطع میکنه؟ چون ملاک داستان گفتن نیست، ملاک بهره گرفتن از یک واقعه تاریخیه. در اون آیات اولی که بیان میشه این است که جوانهایی هستند اینان، ایمان به خدا آوردن، بحث عددی نمیکنه. بعد خود قرآن میفرماد میان مردمانی که اینها به جای این که فرهیختگی در این جوانها براشون ملاک باشه، به دنبال عددن که اینا چند نفر بودن. 5 بودن، سگشون 6 بوده، 6 بودن، سگشون 7 بوده. قرآن میفرماد اونا اهمیت نداره، بی خودی به دنبال چیزهایی که به درد زندگیتون نمیخوره، به درد دانشتون هم نمیخوره، به درد شما نمیخوره، چرا میرید دنبال اونها؟ ملاک در این داستان جوانهایی هستند که ایمان به خدا آوردن در جوانی و تلاش کردند که جامعه را اصلاح بکنن و دولت حاکم و زورگوی اون روز که هر روز ما مانند اون حکومت ها رو داریم، این حکومت به جنگ این جوانها آمد و اینها پناه بردن به خدا و داستان بسیار مفصلی که هست. پس بنابراین در این آیات داره ان الذين كفروا، اونهایی که کفران نعمت میکنن، کفران نعمت یعنی حقیقت را روش پوشش میگذارن، حقیقت را بیان نمیکنن. اینهایی که دنبال حقیقت نیستن، اینها دیگه براشون فرقی نمیکنه، نصیحتشون بکنی قبول نمیکنن، نصیحتشون هم نکنی راه خودشون را ادامه میدن. خب این افرادی هستند، تعبیر قرآنیه، افرادی هستند که خیال میکنن ایمان به خدا آوردن و خیال میکنن ایمان به روز قیامت دارن، ولی در واقع اینها مؤمن نیستن. اینها هم خودشون را گول میزنن و هم مردم را فریب میدن. این فریب دادن ها در واقع به خودشون میرسه، برگشت فریب به خودشونه نه به کسی دیگر. پس بنابراین آنچه را که بیماری تعبیر شده در قرآن کریم، اینها بیمارن، کسانی که در درون خودشون دوگانه فکر میکنن، به دو جور برخورد میکنن، با مؤمنین یه جورن، با غیر مؤمنین یه جورن. در واقع خیلی ساده، تمام اون کسانی که خودشون را فهمیده تر از قرآن میدانن و اعتقادشون این است که تمام علم کل پیش اونها هست، اینها خودشون رو فریب میدن. چون علم کل پیش پیامبر اکرم و آقا امیر مؤمنان و امامان بر حق است و هر کسی که در مسیر این امامان و پیغمبر اکرم قدم بردارد میتواند به اندازه قدم برداشتن در اون مسیر بهره بگیره. اما اگر این که خودش رو جدا کرد و نظر خودش رو داد، در واقع
جای خودش را رزرو میکنه در دوزخ. شما در دنیا آزادی، کسی هم دنبال شما نمیاد. قرآن کریم هم هیچ حکومتی نداره که ما بگیم الان با اسلحه و با زور قانون و اینها میان به شما میگن چرا کردی یا چرا نکردی. نه، خداوند هم شما را آزاد قرار داده، ما را آزاد قرار داده. این یکی از مهمترین ویژگی های خلقته. خداوند ما را آزاد قرار داده تا خودمون ببینیم که چی کاره هستیم. قرآن کریم هم داره لننظر کیف یعملون، لننظر کیف تعملون. خدا میفرماد من تمام قابلیت ها را در شما ایجاد کردم، در اختیار شما قرار دادم تا خود شما درباره خودتون بسنجید، خودتون درباره خودتون قضاوت بکنید و بعد بازگشت همه شماها پیش ماست. این افراد که در قلبشون یک لکه‌ای از مرض، از بیماری قرار گرفته، این لکه در اثر اصرار بر گناه روز به روز بیشتر میشه. یک مثال، یک پارچه سفید را شما یک جوهر، یک قطره جوهر روش بریزید، این قطره جوهر یک مساحتی را برای خودش رنگی میکنه. قطره دوم که بریزید این مساحت پهن‌تر و وسیع‌تر میشه. هر قدر قطره شما اضافه بکنید به همون اندازه هم این رنگ گسترش پیدا میکنه و وسعت پیدا میکنه در اون فضایی که هست. خدا میفرماد اینا هر چقدر اصرار بکنن بر نادانی خودشون، این دایره توسعه پیدا میکنه. این لکه‌ای که در قلبشون شده بوده، قرار بوده با اندک هدایتی راهنما بشن و هدایت بشن، اما در اثر اصرارشون هدایت دیگه نمیشن. این افراد میان در جامعه میگن ما اصلاحگریم، در حالی که عمل اونها دلالت بر اصلاح نداره. میگن ما آدمای خوبی هستیم، اما عمل اونها نشانه های دیگری داره. اینها گاهی وقتا، حالا اون زمان بیشتر بوده، این زمان کمتره، وقتی که مؤمنین را میدیدن میگفتن ما با شما هستیم، شما درست میگی. وقتی که کفار را میدیدن میگفتن ما با شما هستیم، ما هر وقت مؤمنین را میبینیم به اونها، به عقل اونها، به ریش اونها، به قول ماها میخندیم. این افراد خیال میکنند فهمیدن، خیال میکنند دانستند، در حالی که ندانستند. در این آیات 16 گانه خداوند برنامه اوپن مایند را برای ما راهنمایی میکنه که مغزتون را نرمال بکنید. همون جوری که برای ساختن یک خانه به مهندس مراجعه میکنی، به همون جور در مورد امور پزشکی به پزشک متخصص مراجعه میکنی، در امور معرفتی هم به کسانی باید مراجعه بکنی که تخصص در این کار دارن. اونی که ادعای فهم میکنه چی میگه؟ میگه که قرآن که واضحه، منم از قرآن دارم برداشت میکنم، فرقی هم بین من و فلان آیت الله نیست، در حالی که اون آیت الله سالهای سال عمرش را در موشکافی و فهم متن قرآن، فهم روایات و فرمایشات معصومین کرده و در این مسئله تخصص پیدا کرده، در حالی که من فقط مطالعه کردم. حالا در مطالعه خودم چه کتابهایی مورد نظرم بوده، چه نوع غذاهایی در بدنم اومده، اینها رو من متوجه نیستم. در واقع اگر این که ما پیرو باشیم، به اندازه پیرو بودنمون از معلومات استفاده میکنیم. یک حدیث مفصلی هست، آقا امام رضا در واقع مسائل بهداشت و صحت و سلامت بدن را در یک حدیث بیان کردن برای مأمون. اگر کسی اون را عمل بکنه بیمار نمیشه، اما چون ما عمل نمی کنیم مرتب بیمار میشیم. ما وقتی که یک چیزهایی رو میخونیم در وقت عمل به اون توجه نداریم. همین ویتامین هایی که مصرف میکنیم، حالا در سنین ماها مکمل غذایی میگن، اینها تداخلات داره و تعارض داره. یعنی یک ویتامین را اگر با ویتامین دیگه خوردی، اون را ضدش انجام دادی، هیچ گونه خاصیت و فایده‌ای برای بدنتون نداره. ما خیال میکنیم ویتامین مصرف کردیم، اما چون زمان مصرفش در یک وقت قرار دادیم دو تا چیز متضاد را، اون نتیجه رو به ما نمیده.
چرا دکترا زیاد میشن؟ چون ما مردم توجهمون به امور بهداشت و امور صحت و سلامت در غذامون نمی کنیم. به همین دلیل پزشکا زیاد میشن. البته زیاد شدن پزشک یک نعمته برای سلامتی جامعه است. به همون شکل هم بعضی ها میان میگن آقا چرا مراجع متعددن؟ نمیشه این مراجع با هم بشینن تصمیم بگیرن یک فکر رو مطرح بکنن؟ همون جوابیست که در مورد پزشکان متعدد هست. جامعی که افراد متخصص و فرهیخته زیاد داشته باشه، اون دین سالم میمانه، اون جامعه سالم میمانه. خداوند در این 20 آیه‌ای که بیان کردم، من خلاصه اون رو برای شما بیان کردم، در این 20 آیه مسئله استقلالیت فکری انسان را مطرح میکنه و مسئله نرمال بودن در فکر را و اوپن مایند بودن را بیان کرده. امیدوار هستم که این مقدار وقتی که برای ما گذاشتید انشاءالله براتون مطلب نافع باشه و همدیگر رو دعا بکنیم و برای سلامتی امام زمان حتما حتما دعا بکنیم. خدا نگهدارتون. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداهم. کمال تشکر رو داریم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی زاکری از امریکا که این بحث رو برای ماه مبارک رمضان آماده دارن می کنند و انشاءالله روزانه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه این بحث ها، گرچه روزهای جمعه رو نداریم برنامه، ولی از اول هفته تا آخر هفته انشاءالله استفاده خواهیم کرد. خدا رو شکر میکنیم، خدا رو شاکریم. عرض کردم خدا به دنبال بهانه ایست بده که به دست بندش تا او رستگار بشه. استفاده از مفاهیم قرآنی، استفاده از معلومات دیگران و اینکه لطف میکنن با بقیه به اشتراک میگذارن قطعا نافع خواهد بود. و زبونم لال، زبونم لال، اگر هم موردی داشته باشه طبق آیه قرآن افراد میشنوند و بهترینش رو انتخاب میکنن. خب وقت اون رسیده که انشاءالله صدای شما به کربلای معلا برسه و خدمت آقا سید و شهدا سلام الله علیه عرض سلام داشته باشید. و همینطور که جناب زاکری فرمودن خیلی زیاد خیلی زیاد برای سلامتی و فرج مولامون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف دعا بکنیم. حوائج خدامون و دیگران رو هم مد نظر قطعا داریم، انباتمون رو هم انشاءالله فراموش نکنیم. آماده اید؟ بنده به نیابت از شما دست ادب به سینه بگذارم رو به حرم مطهر آقا سید الشهدا و شما هم در هر کجایی که هستید حتی المقدور به احترام آقا سید الشهدا سر پا باشیم و خدمت سلطان قلب ها عرض سلام داشته باشیم. هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم. صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابا الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى جدك وابيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى الأئمة من بنيك، خصوصا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت،
وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى أمك أم البنين حليلة أمير المؤمنين، وعلى إخوانك وأخواتك، وعلى أطفال الحسين المظلومين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. زیارتتون قبول باشه بزرگواران، امیدواریم نصیب و روزیتون بشه، شما هم خیلی زود مشرف بشید و از نزدیک ظاهر آقا سید و شهدا علیه السلام در کربلا باشید. کل ارتباطی شما با کربلای معلا 2-0-964-771-61-67-100 هستش که این شماره رو شما لطف میکنید، به دیگران هم هدیه میدید، اونها هم استفاده بکنن، صدای خودشون رو به کربلای معلا برسونن. ما تشکر میکنیم از محضر شما و خدا رو شاکریم که این توفیق داده شده باشیم در خدمتتون، که از کربلا و دیگران هم از وجود ما و شما برای این برنامه به بهترین وجه استفاده بکنن. اولین تماس رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. اتاق فرمان من صدای از این بیننده ندارم، تماسشون قطع شد چون اصلا من هم صداشون رو نداشتم. یا الله تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. الو سلام آقای امیر خلف‌زاده، وقتتون بخیر. سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر. ممنون، نماز روزه هاتون قبول باشه ان شاء الله. سلام یه زیارت کوچیک میخوایم بیم برگرد دعا بفرمید. انشاءالله که درست فهمیده باشم، شما فردا نیت دارید مشرف بشید یه زیارت کوتاه داشته باشید. ایداد تماس این عزیز هم قطع شد. انشاءالله که نصیب و روزی همه عزیزان بشه، چه اونهایی که موفق به تماس میشن، چه اونهایی که تماسشون ناموفق هست. انشاءالله حاجات همگی برآورده به خیر باشه. آقا جان تلفن ما که مشکلی نداره. یا الله یا الله،
تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم یا رسول الله. انشاءالله که قبول باشه زیارت این عزیز دل. ظاهرن اینترنت حالا از اون کشوری که دارن تماس میگیرن مشکل داره. انشاءالله که همگی حاجت روا باشید. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام آجا این طلب زاده، وقتون بخیر. سامان هستم آجا. با این فیلتر شکنه و اینا مشکل داره، اینجا تماسا قطع میشه. و علیکم السلام. ما سری سلام بدیم. بفرمایید. سلامت باشی. خیلی ممنون متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فناك. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و نادی علی الله افضل عهد منی لزیارت. السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب. السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته. اللهم عجل و ایلی کرفت. یا علی مدد حاجت روا باشید. آفرین به این معرفت. اینترنت خرابه، فیلتر شکن، نمیدونم محدودیت و و و باعث نمیشه که سلام داده نشه. با تلفن و تماس خطی عرض ارادت خودشون رو به آقا سید و شهدا میرسونن. گوارای وجودتون باشه تصاویری که از کربلا به منازل شما میرسه و قلبهاتون دگرگون میشه و عشق سلام دادن به آقا سید و شهدا چند صد برابر میشه و راغب میشید عرض ارادت خودتون رو به کربلا و آقا سید و شهدا سلام الله علیه انجام بدید. انشاءالله حاجت روا باشید. تماس بعد رو دریافت. سلام علیکم و رحمت الله. اتون قبولم. قبول حق باشه اعمالتون خواهر بزرگوارم. بفرمایید زیارت کنید. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرجهم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین ابن سید الوسین، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام الله علیها. داد الحسین الاصحاب السلام علیکم یا قمر مای بن یاشم یا علمدار کربلا یا ابوالفضل عباس. مری از جان السلام علیکم یا بیم رقیم، السلام علیکم یا امام السلام طایب زمان القر سلمان بزیتی شتاب کن و قالم زده است رفت باره رکاب کن و اقیم های مبارک رمضان زورش را سلام نتیجه نزدیک و نفیک در بسازی عاقبت به خیر بگردانی. خدایش در روسیه نکنی در دنیا زیارت در دنیا زیارت در آخرت در شباوت شان برای من بساز. ثوابی زیارت نامه را من بات مومنین و مومنات مسلمین و مسلماتم وقت گذشتگانم وقت بیوارس بارز دار هموات خود ما پدر مادرم شوهرم برادر شوهرهای پدر شوهر مادر شوهر برادرهای خودم بخشیدیم
خدا برق امام سنجوان را برای راست رهنمایی کنیم، رهنما و رهبر قرآن بگردانیشان. خدا به زیارت کربلا و سنگ طلبشان کنی. آرزو دارم آقا جان ما گناهکارا را طلب کن، فرج آقای امام زمان ما را نزدیک بساز. بیمار کربلا و ماه مبارک رمضان که ماه قدرت بیمارا را شفای بخیر بده. ما گناهکارا را خودمان شفا بده. یا امام سنگ تو طلب کنیم ما را. آقا عریضه کربلای ما را امضا کن. آقا جان دلتنگ دستیم. آقا رو قسم برق مادرت ما را طلب از سر تقصیرات ما خدای در گذشت. فرج آقا امام زمان ما را زورش و سلامتیش نزدیک بسازی. الهی آمین. اللهم اجر ولی کل فرج. اللهم اجر ولی کل فرج. قبول باشه زیارتتون خواهرم، انشاءالله حاجت روا باشید. الحمدلله رب العالمین. تشکر میکنم از شماهای بزرگوارانی که با پیامهاتون باعث دلگرمی ما میشید و تشکر میکنید. البته ما بر واجبی که داریم تشکری نیاز نیست و از این که دعا میکنید که الحمدلله به واسطه مجموعه رسانی امام حسین علیه السلام مرتب میتونید سلام بدید، این لطف خدا و آقا سید و شهدا بی بی فاطمه زهراست و حمایت و همیاری خود شما شیعیان دنیا هست که ما توفیق این رو داریم تصاویر رو از کربلای معلا به هر جایی که شما سکونت دارید برسونیم. شکرن لکه یا ابا تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. عادت‌ها و عبادت‌های شما قبول بشه. با اجازه میخوام سلام بدم آبا عبدالله حسین علیه السلام. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از راه دور با قلب نزدیک به نیابت پدر مادر خواهر برادر همسر فرزندان و کسایی که التماس دعا دارد، کسایی که حاجت زیارت کربلای معلا را داره، پروردگار با آبروی عبدالله نصیبشون بگردد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک ابا عبدالله. السلام علیک ابن رسول الله. السلام علیک ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین. السلام علیک ابن فاطمه زهرا سیدت النساء العالمین. السلام علیک یا خدیجه الکبرى ام المؤمنین. السلام علیک یا ابا عبدالله. ارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی لیل و النهار ولا جعل الله الاخر الاهل منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب. السلام علیک یا مولای ابو الفضل عباس یا قمر بن هاشم یا فرزند امیر المؤمنین یا باب الحوائج الى الله. السلام علیک یا زینب الکبرى. السلام علیک یا عزیز الحسین لقیه. السلام علیک یا باب الحوائج یا مصعب جعفر. السلام علیک یا جواد الایم. السلام علیک یا امام هادی النقی. السلام علیک امام سن عسکری. السلام علیک یا صاحب الزمان. اللهم عجل وليك الفرج. دوشی آقای من خلف زاده. الو سلام علیکم آقای من خلف زاده. و علیکم السلام خواهر بزرگوارم. سلام به شما. سلام به همکاران شما. ان شاء الله روز نماز خود شما و همکاران شما قبول باشد. ان شاء الله زیارت شما. ممنون تشکر از برنامه خوب شما. بسم الله الرحمن الرحیم. از راه دور قلب نزدیک زیارت من ابو عبدالله الحسین علیه السلام. آقا جان ممنون تام امروز باز ما را دادی صدایم به کربلا پخش بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. دعای دور قلب نزدیک زیارت امام عبدالله الحسین علیه السلام به نیابت همه وارث به وارث بعد وارث خانواده خودم خانواده شوهرم خدای بچه هایم هر کس ما التماس دعا کرده خدای حاجتاش برآورده بشه، گرفتاریاش برطرف بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا مولای ابا عبدالله. صلی الله علیک یا مولای ابا عبدالله. صلی الله علیک یا مولای ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک ابن رسول الله. السلام
عليك يا خير الله يا ابن خيرتي، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين والسيد الوسيئين، السلام عليك يا فاطمة زهراء سيدة النساء الأمين، السلام عليك يا إمام حسن المجتبى يا غريب بقي يا كريم أهل بيت، السلام عليك يا أيمة بقي، السلام عليك يا خديجة الكبرى سلام الله عليها، السلام عليك يا أم البنين، السلام عليك يا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبو الفضل عباس علمدار كربلاء، السلام عليك يا سقاي كربلاء، السلام عليك يا زواري كربلاء، يا أبو الفضل عباس علمدار كربلاء، آقا جان دست ما و دامن است و دست بچه های، السلام عليك يا زينب كبرى بنت امير المؤمنين، السلام عليك يا رقية بنت الحسين، السلام عليك يا علي اكبر حسين، السلام عليك يا علي اصغر حسين، السلام عليك يا حضرت قاسم حسن مشتبى، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين، السلام عليك يا چارده محسوم يا چارده نور مقدس، السلام عليك يا صاحب الزمان ادركني، آقا جان بیا شلاف فرج آقای امام زمان ما، اللهم عجل لعليك الفرج، عجل آقای من خلاص صدت قبول التماس دعا، الله حرم رفت التماس دعا قبول باشه، زیارت دعا حاجت روا باشید انشاءالله، خیلی زود همه عزیزان مشرف بشن بتونن از نزدیک زائر آقا سید الشهدا علیه السلام باشن. خیلی از شماها مرتب می نویسید که آقا ما چه کنیم صدای ما هم به کربلا برسه. حقیقتا من نمیدونم این عزیزانی که بعضا می بینیم هر روز امکان تماس رو دارن و صداشون میرسه چه میکنن، حقیقتا ما هم نمیدونیم، ما فقط این رو میدونیم که وقتی که خط آزاد میشه اولین کسی که داره زنگ میزنه تماسش رو صدا بردار عزیزمون سید بزرگوار برقرار میکنه. هیچ کدوم از این شماره ها نه اسمی داره نه ترتیبی داره نه از قبل رزرو شده، و اگر شما یه بزرگواری که تماس میگیرید الحمدلله رب العالمین توفیق زیارت پیدا میکنید، فرصت رو به دیگری هم بدید کمتر وقت برنامه گرفته بشه. ما هم طبق یک آیین‌نامه طبق یک مدتی میتونیم در خدمت تماس ها باشیم، در حد یک دقیقه صحبت بکنید سلام بدید، از شما ممنونیم. و این که صبر بکنید مثلا امروز شما صداتون رسیده به کربلا، فردا با بقیه سلام بدید و این میدان رو بگذارید در اختیار دیگرانی که خیلی هاشون می نویسند و زنگ می زنند و پیام و صوتی می فرستند که آقا تو رو به خدا تماس ما رو هم وصل بکنید. ما هم به همون خدا قسم می خوریم که ما دلمون می خواد همه تماس ها وصل بشه، ولی چه کنیم هم مدتمون محدوده هم این که دیگران روی خط هستن که تماس شما وصل نمیشه. طبق معمول همیشه دست به دعا برداریم برای سلامتی و فرج مولامون دعا بکنیم انشاءالله خدا به هممون رحم بکنه. اللهم بحق الحسین الشهید عجل لولیک الفرج، عجل لولیک الفرج، عجل لولیک الفرج. امیدوارم زنده باشید و باشیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا. یا عجل جز به گریه کنم.